بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر على نعمه والصلاة والسلام على سيد أنبيائه البشير النذير والسراج المنير سیدنا احمد و نبینا قبل محمد صلّ الله عليه و آله و سلم على أعدائهم اجمعين من الله آن الى قیام یوم الدین بحثمون در آیات مبارکه سوره یوسف بود رسیدیم به اینجا که برادران یوسف برای دومین بار عزم سفر کردند که برون مصر و از اونجا مجددن گندم تهیه کنن چون که اون سفر اولشون مقدار تعامی که تهیه کرده بودن کافی نبود. منتها شرطش این بود که این ده برادر بنیامین را هم در این سفر به همراه ببرند و الله یوسف گفته بود که اگر بنیامین را نیاوردید نزدیک من نیاید و منم چیزی به شما نخواهم داد اینها به اجبار قرار شد که بنیامین رو همراه خودشون ببرند منتها حضرت یعقوب علا نبی آلی و آلهی و علیه السلام نگران بود و از اینها عهد گرفت اونها هم قول دادند که برادرشون رو حفاظت کنند منتها باید که حضرت یعقوب پدر, پدر دلسوزی هم هست باید اون سفارشات لازم رو به برادرا بکنه نکته مهمی که هست اینجا در خلال این قصه هم یعقوب عنایت داره روی اینکه صحبتی بکنه ارشاد هدایتی بکنه که فرزندانش متکی به غیر خدا نشوند برای اینکه هر چیزی غیر از خدا ناپایداره و قابل اعتماد نیست پروردگار متعالم در خلال این قصه روی همین مسئله متکی است میفرمود که سفارش کرد مثل یک پدری که به فرزندش سفارش میکنه فرزندم با ماشین خودت میخوای بری تهران حواست جمع باشه مراعات مقررات قانونی رو تو رانندگی بکن مواظب باش عمل خلافی مرتکب نشی که گرفتار مخاطره ممکنه بشی این سفارش و تاکید که دقیقا روی برنامه آینامه حرکت کن و مراعات این قوانین رو بکن خب قوانین بغلایی که خب هر کسی هر عاقلی باید احساس کنید که این قوانین و مقررات اینا از روی دلسوزی تنظیم شده که اگر انسان رعایت نکنه دودش تو چشم خودش میره و به نظر بعضی از آقایان فقها تخلف از مقررات رانندگی مشروع نیست باید که همون مقرراتی که به نفع خود راننده است و به نفع مردم رعایت بشه حالا پدر به فرزندش میگه فرزندم میخوای بری مسافرت مراقب باش تخلف از قوانین نکنی ولی آیا این سفارش ما را از خدا بینیاز میکنه بی یعنی بر فرضی که ما مراعات مقررات را هم بکنیم آیا در امانیم یا باز احتمال خطر وجود داره ممکن این آدم خودش مقررات رانندگی رو رعایت کنید ولی یه آدم دیگه بیاد بهش بزنه اون برخلاف مقررات عمل کنه سفارش به جای خود ولی این راننده رو از خدا بی نیازش نمی حضرت یعقوب سفارش کرد گفت یا بنی یا ای فرزندانم بخد برید مصر لا تدخلو من باب واحد ودخلو من ابواب متفرقه از یه در وارد نشید از هر دری هر کدوم دون از یه دری وارد بشید که این امنیت شما را زمان تضمین میکنه از یه در وارد بشین ممکنه که مشکلاتی براتون به وجود بیاد بسیار خوب این سفارش خوبی بود اما آیا این سفارش و عمل کرده فرزندان به دستور یعقوب اینها را از خدا بینیاز میکنه ابدا ممکنه خطرهای دیگری اینها رو تهدید بکنه این است که باز تأکید رو این مسئله است که در عین حالی که سفارشات یعقوب باید عملی بشه ولی باز اتکای به خدا و توکل به خدا فراموش نشه این جمله را خیلی زیبا خدا در قرآن منعکس فرموده میفرماید که ولما دخلوا من عیس و امرهم ابوهم یعنی فرزندان یعقوب وقتی که وارد مز شدن دستور پدر رو اجرا کردند که باز اینجا آدمای جوان باید متوجه باشن که حرف پیرمردا و افراد پخته و افراد با تجربه رو پشت گوش نندازن اونا این راه را رفتن به قوره معروف چند تا پیراهن بیشتر از جوان ها پاره کردن سفارش سفارشاتی که میکنن البته ممکنه جوان ها زیر بار و گاهی هم فکر میکنن مثلا پدرانشون این سفارشاتی که میکنن اینا پر و پایهی نداشته باشد ولی اینجور نیست گفت اونچه که عرض شود که جوان در آینه ببیند پیر مردها در خشت خام میبینند بالاخره پیر تا با تجربه دنیا دیدن سرد و گرم دنیا رو چشیدن و نسبت به فرزندانشون هم دلسوزند ولی خب چه میشد کرد بعضی مواقع جوان ها رو غروری که دارن هیچ توجهی به اون دلسوزی های پدر و مادر نمیکنن مخصوصا در جریان کار ازدواج و خواستگاری مشکل عجیبی در این جامعه به وجود اومده میرن دخترا پسرا با ایده های خودشون این مواردی رو انتخاب میکنن و حالون که اینا پیداست بر مبنای درایت و نمیدونم پیشبینی نیست اینا چشم گوششون رو قرائز جنسی اون چنان گرفته که عاقبت اندیشی نمیتونن بکنن او پدر و مادر باید نظارت داشته باشن هم فکری بکنن هم کاری بکنن البته پدر و مادرام نمیواد خیلی سخت بگیرن تو این زمینه ولی باید جوان ها هم مراقب باشن حالا پدر و مادر یه چیزایی میدونن تجربیاتی دارن یعنی مسلحت نیست با این خانواده ازدواج کردن این جوانم پاشو یه کفش میکنه که الا بلا من همین مورد میخوام هیچ جا دیگه هم نمیرم بعدم یه مفاسد سنگینی به دنبالش به وجود میاد وقتی آوا از آسیاب ریخ و کم کم این حوث ها فرونش هست وقت اون معایب کم کم رو میفته وقت است که اون مشکلات عجیب و غریب خانوادگی به وجود میاد خیلی باید جوان مراقب باشن اینجا پسرا عقل کردن به دستور پدر عمل کردن اما خدا میفرماد خوب دقت کنید، این تیکش یه درس توحیدی بسیار جالبه میفرماید که ما کان یغنی انهم من الله من شعی این احتیاطی که پدر کرد این دستوری که یعقوب داد ولو خیلی محتاطانه از خیلی خوب امنیت فرزندان را تضمین میکنه اما در عین حال نمیتونیم بگویم اینا از خدا بینیازند دیگه حالا که این دستور یعقوب را عمل کردن دیگه هیچ آسیب و خطری متوجه اینها نیست نخ باز هم در عین حال باید متکی به خدا باشن باز اعتماد به غیر خدا نکنند ما کانه یغنی انهم من الله من شی الا حاجتن فی نفس یعقوب قضاها اینا فقط تو این عمل کردن به دستور باباشون دل بابا رو به دست آوردن خب بابا دلش خوشه حالا که دل سوزی میکنه اینا به حرفش گوش میکنن این خاصیت رو داره حالا گره هیچ خاصیتی نداشت این یه خاصیت رو داشت ولی اینا باید که متکی به خدا باشه بعد میفرماد و انه لذو علم لما علمناه اینکه اینا به دستور یعقوب عمل کردن یعقوب هم آدمی نبود که رو هوا و هوس چیزی بگه بی مبنا حرف بزنه یه پدری است که از جانب خدا خدا علومی رو در اختیارش گذاشته حرفاش پروپا و اساس داره ما این نکته را باز در خلال عرایزمون به عنوان یک پرانتز عرض میکنیم اگر چنانچه یک کلامی ریشه داشته باشه نم ریشه علمی و بخصوص ریشه وحیانی این ارزش داره اما اگر چنون چه ریشه دار نباشد ارزش نداره ما موقعی که به کلمات ائمه یا به آیات قرآن مراجعه میکنیم اینا ریشه وحیانی داره این غیر از حرفای دیگرانه که ریشه وحی نداره ولو طرف فیلسوف باشه ولو یک عالم متبهر خیلی قوی باشه اما اگر ریشه وحیانی نداشته باشه خطا داره ما اونجایی که کلمات دانشمندان فلاسفه علما با قرآن و با روایات تطبیق نکنه اونا رو نمیتونیم بپذیریم چون احتمال خطا در قرآن و کلمات پیغمبر و ائمه وجود نداره ولی در کلمات دیگران احتمال خطا فراوانه به دلیل اینکه کلمات دانشمندان و هم تناقض داره میبینیم در یه مسئله ممکنه نظریات گوناگونی از دانشمندان ابراز بشه اگر اینا درست بود که نباید به هم اختلاف داشته باشن اختلافشون به خاطر این است که احتمال خطا هست یکیش درسته بقیهش یا ممکنه هیچ کدوم درست نباشه ما وقتی دیدیم یه چیزی ریشه علمی اونم وحیانی داره اونها را براش باید عرض قائل باشیم خدا میفرماد یعقوب فکر نکنید که اون پیشنهادی که به بچاش میده این ریشه وحی نداره نه خدا تعلیم داده است علومی رو به حضرت یعقوب بر مبنای علمی این دستور رو به فرزندانش میده فرماد انه لذو علم لما نه و ما حرفمون همینه بگویم که قرآن و اهل بیت و پیغمبر اکرم اگر یه پیشنهادایی به ما دادن اینا بر مبنای هوا نیست پایه داره اساس داره حضرت رضا در ایون میفرماد که هر کجا گفتیم به چیزی حرامه بدونید ضرر داره هر کجا گفتیم حلاله بدونید نف داره همینجوری ما به شما چیزی نمیگیم بی حساب بدون ریشه ما حرفی مطلبی رو به شما نمیزنیم عاقل اون کسی است که گوش بده به کلماتی که اینجور پشت و پروش محکمه و احتمال خطا درش نیست ولیکن اکثر الناس لا یعلمون متاسفانه اکثر مردم نمیدونن اون گفتار دلسوزانه اهل بیت رو یا انبیا رو ارزش نمیدن ارزش براش قائل نیستن چون که خوردن سرشون به دیوار خورد و متوجه میشن که اشتباه کردن دستورات رو اجرا نکردن بعد میفرماد ولم ما دخلوا علی یوسف آوا الیه اخا حالا با همه مشکلات و با همه به استرا درد سرایی که بود بالاخره پدر رو راضی کردند که ابن یامین رو همراه خودشون ببرن برای مصر رو حرکت کردن اومدن این راه طولانی رو کی کردن تا وارد شدن در مصر رو بنا شد با یوسف ملاقات کنن رفتن توی دربار یوسف طبق وعده قبلی حالا اینجا یوسف چند تا برنامه داره برنامهش اولین برنامهش این است که میخواد یه کاری بکنه که بنیامین رو نگهش داره میخوادم برادران نفهمند حالا حکمتش بعد معلوم میشه. خب چیکار باید کرد؟ باید که به عنوان توقیف بنیامین رو نگهش بداره. به طوری که بنیامین نگران نشه قضیه رو متوجه باشه یه وقتی، براش نگرانی پیش نیاد دلوره نداشته باشه از اون طرف هم برادرا ببینن بنیامین گیر افتاده که نتونن از دست یوسف بیرونش بیارن یه دولت عادل اگر خواست کسی رو توقیف کنه همینجوری نمیشه باید که بر مبنای یه مقرراتی یه کسی رو به عنوان یه جرمی توقیف کنن و الا با عدالت سازگار نیست حالا باید یه پاپوشی برای بنیامین درست بشه که این بهانه باشه برای توقیف بنیامین هم بنیامین توقیف بشه همم خود بنیامین نگران نشد یه وقتی حس کنه که مثلا براش یه پاپوش واقعی درست کرده حضرت یوسف یه سوری ترتیب داد گفت که دلمون میخواد که این مهمونای تازه وارد رو پذیرایی کنی خب پیغمبر زادگانی اند و محترم و از طرف یعقوب بودند و راه دوری رو طی کردند و یوسف هم بهشون ورده داده است که در حقشون لطف بکنه یه سفره انداختن گفتن سر هر پشقاب قضای دو نفر بنشینن که یادم افتاد یه قصه ای از مرحوم کلباسی بزرگ رزوان الله تعالی علیه گفتن که تازه تو اسفهان برنجکاری حالا یا در خود اسفهان یا از بیرون برنجکاری را افتاده بود و مردم هنوز بیشتر غذای معمولیشون نان بود گاهی اتفاقا مثلا برنج اعیان و اشراف مصرف میکردن خیلی که میخواستن به یکی احترام بذارن برای پلو میپختن یا توی خانواده از این هفته شبای جمعه مثلا تا شب جمعه دیگه خبری نبود شب جمعه پلو میپختن خیلی هم همچه ارج و غرد داشت گفتن که میخوام یک سور بدهیم مرحوم کلواسی سفره پنگ کردند و و برنج و قیمه پخته بودن هر دو نفری یه پشکا خب مقداری قافیه تنگ بود و و میباد که صرف جویی میکردن مرحوم کلباسی گفتن که مواظب باشید این نکته رو میخوام بگم قصه سر برای این نکتهش میگم فرمودن که اگر سر سفره نشستید مراعات کنید حق بغلی رو یه وقت زایه نکنی نصف پشتخواب مال بغلیز نصفش مال شما مواظب باشید بیش از نصف مصرف نکنید چرا میخوام بعد از اینکه اتعام شد سفره جمع شد دعا بخونید میخوایم دعامون مستجاب بشه اگه در حد یه قاشوب غذا به هم تعدی کردید وقتی دیگه دعاتون مستجاب نمیشه اون وقت ما میخوایم شب قدر بریم احیا بگیریم مناجاتم بکنیم و خوراکمونم دیگه معلومه که چه جوری باشه دعامونم مستجاب بشه اگر بخوام دعاهامون مستجاب باشید احتیاج هست به قضای حلال شبهناک نباشه دیگه حرام که جای خود داره منظورم اینه یوسف گفت که یه پشخواب غذا میذاریم دو نفر پهلو هم بشینن خب اینا یازده تا برادر بودن هر کدوم دوتا تو دوتا تو نیچستن پهلو هم سری پشخاب بنیامین تنها شد بنیامین تنها شد یوسف فرمود که من دیگه حالا میبینم این بنیامین تنهاست میشینم بغل بنیامین با هم غذا میخوری خب مهمان ها تنها گذاشت و سر سفره وقتی مهمان میشینه اول میباید صاحب خونه شروع کنه آخر کارم صاحب خونه بعد از همه باید دست از غذا خوردن بکشه حالا چرا اول صاحب خونه باید شروع کنه؟ برای اینکه مهمان دلش آرام باشه که این غذا مشکلی نداره اگه مشکلی داشت خود صاحب خونه تناول نمیکرد آخر غذا هم آخر همه هم با دست بکشه که مهمان خجالت نکشه عجیب دستورات اسلام در مورد پذیرایی از مهمان از بنیامین در کنار یوسف قرار گرفت یوسف شروع کرد صحبت کردن با بنیامین یواشی به بنیامین گفت که انا اخوک نگران نباشی یا من همون یوسف برادر خودتم برادر تنی تو هستم فلا تب تس به ما کانون یعملون یه وقت عمل کرده برادرا تو رو نگرانت نکنه ممکنه حالا در آینده به خاطر مشکلاتی که پیش میاد برادرها برات ناراحتی درست کنند نه نگران نباش تو در امن و امان منم برادر تو یوسف هم خودشو معرفی کرد فلما دخلو علا یوسف آوا الیه اخا برادرشو پناه داد در کنار خودش قال انی انا اخوک گفت من برادر تنی تو هستم فلا تبتس به ما کانو یعملون دلش آروم کرد دیگه مشکلی بنیامین نداره ولی اجازه گرفت از بنیامین که اجازه بده حالا ما در آینده برنامه های داریم به عنوانی که میخوایم تو رو توقیف کنیم خلاصه یه نسبت های ممکن است به تو داده بشید نگران نباش فلما هم به جهازهم این قسمت قضیه رو دیگه نقل نکرده در قرآن که قرار شد که شب اتاقایی رو انتخاب کنن این مهمنا را شب بخوابونن گفتن خوب ششت اتاق آماده کردن هر دو تا برادری رفتن توی اتاق مثلا دو تا تخت گذاشته بودن تو هر اتاقی هر دو تا برادری رفتن توی اتاق بنیامین باز تنها موند یه اتاق دو تا تخت داشت ولی من میگم تخت حالا تعبیر اینه ولی بنیامین توی اتاق تنها باز یوسف وارد اون اتاق شد گفت برادرمو تنها نمیذارم و خلاصه بعد از چندین سال که این دوتا برادر به هم رسیده بودن در این اتاق پذیرایی شروع کردن و هم صحبت کردن و خاطرات رو بر هم دیگه نقل کردن میفرماد که بعد قرار شد بر اینکه که حالا برادرا گندما رو تحویل بگیرن برگردن بیان برای کنعان پیش پدرشون لما جهزهم به جهازهم جعل سقایت فی رحل اخی از این تعبیری که در قرآن شده من یک چیزی رو استنباد کردم معمولا اون کسی که مثلا وزیر یا رئیس خودش اقدام نمی کند به اینکه گندو ما را بیاد بکشید و پیمانه بکنه و تو جوال بریزه و این کارا کار اون نیست کار خدمه است که بیان و گندما رو پیمانه کنن تو جوالا بریزن بار شطور بکنن کار اوناست ولی اینجا میفرماد که جه لما هم به جهازه هم وقتی کاملا این بارا رو آماده کردن جعل این زمیر جعله به یوسف برمیگرده خودش اون آبخوری را که هم آبخوری بود طلا هم بود هم, هم پیمانه بود باش گندوم پیمانه میکردن این است که یه جا قرآن میفرماد سقایه یه جا میفرماد سواع یعنی هم پیمانه بود آبخوری طلا بود با ارزش بود خود یوسف بدون اینکه خدمه متوجه بشن و بدون اینکه برادران متوجه بشن این آبخوری رو گذاشت لا گندمایی که مال بار بنیامین بود هیچکس کس نفهمید جعل السقایت فی رحل اخیه نشون کرد کدوم بارا مال بنیامینه این ظرف آبخوری رو گذاشت توی اون بار بنیامین جعل سقایت فی رحل اخی ثم از زن مؤذنون ایتو حل ایر انکم لسارقون یوسف دیگه اینجا حرف نزد قرآن خیلی فشرده قضایا را مطرح میکنه اضافات کلام را حذف میکنه نمیگید که چی تو شد بالاخره سراسدا بلند شد که اون پیمانه نیست خب پیمانه رو مرتب دستشون بود باش گندم پیمانه میکردن منحصر به برادران یوسف هم که نبود بالاخره برای دیگران هم میخواستن از این پیمانه استفاده کنن گم شد چی برده؟ معلوم نیست از زن معزنون یه نفر اعلام کرد گفت ایت و هل ایر در یوسف نبود که بگم یوسف چرا دروغ گفت نه یه بنده خدایی دید که ظرف نیست معلوم میشه جز خدمم بوده دید نیست کسی هم که غیر این برادرا اونجا حضور نداشته هرچی هم میگردیم که پیمانه وجود نداره حتم پیشش یقین شد که دوزیدن اینا گوه نکم لسارگون گوه ای عرد قافله شما این پیمانه رو دزدیدید یه برگه پیدا شد نبودن سقایه یه برگه شد که حالا خلاصه ببینیم کی اینو دزدیده و چش رفته به قول معروف گو ایتو ایر انکم لسارقون قالو و اقبلو علیهم مازا تفقدون برگشتن به خدمه گفتن اقبلو یعنی برادرا اومدن علیهم یعنی روبروی خدمه گفتن چی گم کردی یعنی گفتن ما نخواست میخواستن بگن دوزی نشده گم شده گفتن مازا تفقدون تو این کلمه خودشونو تبرهه کردن خواستن میگن ما دوز نیستیم دو... نه دوزیده نشده گم شده به گرد ببینید کجاست گفتن چی گم کرده چون اون معزن گفت انکم این سارقون اینا نمیدونستن که به چه علت این میگه شما سارقید همینقدر فهمیدن که یه چیزی گم شده و اینا فکر کردن خدمه فکر کردن که اینا ورداشتن اعلام کردن شما دزدید گفتن مازا تفقدون چی گم کردی؟ قالو نفقدو سوا الملک گفتن ما پیمانه پادشاه رو گم کردیم اونام هم نگفتن شما دوزیدی تو دهنشون گذاشتن که گم شده احترام کردن گفتن که ما پیمانه رو گم کرده باید بگردیم ببینیم کجاست ولی من جا بهی حمل و بعیرن گفتن هر کس این گم شده رو پیدا کرد جایزه داره یک بار گندم به عنوان جایزه میدیم به کسی که این سوا رو پیدا بکنه این یه قانون جالبیه اینجا ما باز از قصص قرآنی پند میگیریم که اگر چون یه چیزی رو به بش دست پیدا کنید و خودتون از عهده بد نمیاید یه چیزی به عنوان تشویق تعیین کنید اونا به بهانه اینکه به این جایزه برسن به تلاش میفتن و خلاصه گمشده گم شده شما رو پیدا میکنن اگر معلمه دلش میخواد شاگرداش رشد پیدا کنه با جایزه تعیین کنه اگر یه کار مهمی است خودش از عهده بر نمیاد نیاز دارد که از دیگران کمک بگیره خب اینجا باید جایزه تعیین کنه تا اینکه دیگران رو به تلاش وادار بکنه تا بتونید به هدفش برسه یه کار اوغلایی بسیار جالبه گفتن ولمن جا بهی حمل و بعیرن یه بار شطور بش میدم هر کس این پیمانه رو پیدا بکنه و انا بهی زعیم اون کسی که این قضیه رو اعلام کرد گفت من زامن که اگر ظرف و کسی آورد یه بار شطور بهش بده اینا دیدن که بعد جای گیر افتادن امر دائره بین این است که اینا دوزیده باشند یا گم شده باشه باید ثابت کنند که ما ندازیده بلکه گم شده پس این ظرف که پیدا نیست دو احتمال توشه یا دوزیس و یا گم شده اینا میباد یه کاری بکنند که این انگ دزدی که بهشون خورده اینو برطرف کنند تا معلوم بشه گم شده گفتن تلا با قسم خودشون را تبرئه کردن اما خب دوم خروس هم هنو پیدا نشده است به این قرصی قسم میخورن گفتن تلاه لقد علمتم شما که آخه ما رو میشناسید میدونید که ما جئنال نفس دفل عرض ما نیمدیم رو زمین فساد را بندازیم نظام یه حکومتی رو به هم بریزیم و ما کن ناسارقین ما دوز نیستیم پس از این دو احتمال با این قسم ثابت میشه که گم شده به بجوری بعد میفرماد خب حالا برای اینکه احتمال قوی از دوزیده باشن میباید یه کاری بکنن که اون دوز و اون مجرم تصمیم میگیرد اگر واقعا دوزیده خودشو لو بده اقرار کنه این هم یه کار مهمیه که اگر مجرمی رو گرفتن هیچ مجرمی اول حاضر نیست بر اینکه اقرار کنه چیکارش باید بکنن تا اقرار کنه باید تهدیدش کنن اگه نگفتی چنین میکنیم چنان میکنیم حالا از این قانون قانون تهدید دستگاه یوسف استفاده کردن تهدید کردن که اگر شما دوزیده باشید و اقرار نکنید اینجا بلایی به سرتون خواهد اومد که دیگه نمیتونه نجات پیدا کنی حالا اینجا محکمه تشکیل میشه قرار است برای اینکه بنیامین توقیف بشه جرم مشخص شده و جرم این است که البته مشخص نشده مثلا احتمال این هست که دوزیده باشن باید از اینا اقرار بگیرن اینا هم باید خودشون رو تبرعه کنن محکمه تشکیل میشه خیلی قشنگ از اینا اول اقرار میگیرن تا بعد ببینیم حالا چه طرح و برنامه برای اینا پیاده کردن عرض کردم یه صحنه خیلی شیرین و جالب و و علمی تشکیل دادن برای این کار که حالا انشاءالله فردا شب بحثش ادامه میدهیم مشکلاتی دارد این قصه که مشکلاتش هم باید حل کنیم سلوات خط کن. اللهم اغفر ذنوبنا و والدینا و لمن له حق علینا اللهم مغض حوائجنا و مهماتنا اللهم اید امام زماننا عجل في فرجه وظهوره واجعلنا من اعوانه و انصاره اللهم ايد علماء ان الربانيين لا من منظورين منهم بجاه محمد الان.